سلام، به تفسیر خبر امروز خوش آمدید. به روال جمعه های هر هفته در خدمت آقای دکتر مرتضی خونساری هستیم تا با ایشون مسائل بین المللی و داخلی رو بررسی بکنیم. آقای خونساری سلام، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم و میتونیم با همین جریان ادامه بدیم. ممنون. آقای خونساری، باز هم بحث انتخابات همچنان داغه. ما عملا تمام برنامه های تفسیر خبر در دو هفته گذشته رو به موضوع انتخابات اختصاص داده بودیم. اگر اجازه بدید باز هم در مورد انتخابات بیشتر با هم صحبت بکنیم. دو روز پیش سید علی خامنه ای برای بار دوم آنهایی که دلشون با نظام نیست رو تایید کرد و به نوعی از اونها هم تشکر کرده که به خاطر منافع ملی در انتخابات شرکت کردن. این تغییر لحن سید علی خامنه ای رو از اینکه در طول این سالیان هرگز چنین صحبتی رو نمیکرد که کسی مخالف نظام هست رو به رسمیت بشناسه، اما امروز حتی ازشون تشکر هم میکنه، رو چگونه ارزیابی میکنی؟ خب به نظر من نزدیکترین چیزی که مشابه اینه اون سخنانی است که محمد رضا شاه درست در بحبوحه بحران بیان کرد که گفت من صدای انقلاب ایران رو، مردم ایران رو شنیدم. به نظر من آقای خامنه ای هم بالاخره بعد از 34 سال صدای انقلاب مردمی که یک رأی کاملا واقعا مردود به شخصیت ایشون و سیستم حکومتی ایشون دادن رو دارن میشنون و خب خواسته به نوعی یه نوع استمالتی یا یک دستی به سوی مردم به هر حال از خودش نشون بده، ولی خب میدونید که این نوع شناسایی ها ضمن اینی که بازگوی یک حقیقتی است که خود خامنه ای هم دیگه انکار نمیکنه، ولی مسئله مربوط میشه مستقیما به اون سیستم حکومتی و اون نوع به اصطلاح اون تصویری است که آقای خامنه ای از خودش به عنوان ولی فقیه برای ملت ایران داره. من فکر میکنم که همونطور که به خصوص در هفته‌های اخیر بهش اشاره کردیم، ما امروز در یک زمانی قرار گرفتیم در تاریخ مملکتمون که یک سفارای نو در شرف شکل گرفتنه و ضمن اینی که اون تعلقات سیاسی و حزبی و اون لیبل‌هایی که در گذشته روی افراد می‌خورده امروز الزاماً باید تغییر بکنه و افراد در جایی که برابر با باورهای امروزی خودشون و اون دیدگاه‌هایی که در ارتباط با تأمین منافع و سعادت ملت ایران اونجور که ارزیابی می‌کنن در اذهانشون باید در اون سکوها قرار بگیرن، ولی در هیچ سکویی جایی برای در آینده برای ولی فقیه وجود نداره. یعنی مردم ایران به یک نقطه رسیدن که سرنوشت خودشون باید به دست خودشون باشه و احتیاج به یک فردی که به نمایندگی از خدا بخواد بیاد و در اصل اون مندرجه، یعنی اون اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره، اینها نکاتی است که باید تغییر پیدا بکنن. اجتناب ناپذیر این تغییر. آقای خامنه ای ممکنه با نرم صحبت کردن، با یک لحن دیگه صحبت کردن بخواد این موضوع رو به مقداری کشش بده. انتخاب آقای روحانی ممکنه توجهات رو از شخص آقای خامنه ای در این بره زمان که ما صحبت میکنیم از ایشون دور بکنه و مردم بخواد مطالبات خودشون رو به نوعی از آقای روحانی بگیرن، ولی در این سیستم، در این وضعیت تغییری در موقعیت آقای خامنه ای رخ نداده و تا زمانی که اون تغییر رخ نده هیچ تحول معناداری در جامعه ایران نمیتونه صورت بگیره. آقای خونساری، به صحبت های محمد رضا پهلوی دومین و آخرین پادشاه سلسله پهلوی اشاره کردید. همونجوری هم که شما گفتید در بحبوحه
جریاناتی که منتهی شد به انقلاب سال 57 صحبت از صدای انقلاب مردم ایران کرد. فکر میکنید خامنه ای هم همینقدر دیر صدای مردم رو شنیده یا نه این امکان وجود داره که با یک تغییرات بنیادی که خودتون اشاره کردید بشه در این ساختار یک سری تحولاتی رو ایجاد کرد؟ یعنی خامنه ای چنین آمادگی رو به نظرتون داره؟ من تصور نمیکنم که چنین آمادگی رو داشته باشه و اساسا هیچ کسی کسی که در موقعیت آقای خامنه ای قرار ببینید موقعیت خامنه ای به مراتب از نظر قانون محکمتر و قویتر از موقعیتی است که شاه در اوج قدرتش داشت. شاه اگر در ایران هر کاری که دلش میخواست رو میکرد ولی قانون اون حق و حقوق رو به شاه نداده بود. یعنی اگر شاه میخواست یک سیاست خاصی رو به اصطلاح در قبال یک موضوعی پیاده بکنه ناچار بود برای اینکه یک نوع فساد قانونی به این بده که از نخست وزیر بخواد که لایحه‌ای تهیه بشه، لایحه به مجلس بره، مجلس اون رو تصویب بکنه که یک حالت قانونی داشته باشه. ولی آقای خامنه‌ای احتیاج به این چیزا نداره. طبق مندرجات همین قانون اساسی که ایشون رو ولی فقیه قلمداد کرده لازمه که فقط دو کلمه بنویسه روی کاغذ و اون حرف اون حجته. ولی این با اون مواضع یک مردم پویا و یک مردمی که رشد کردن دیگه، به هر حال مردم ما از نظر سیاسی در این 34 سال رشد فوق العاده زیادی کردن. مردم ما زمان شاه اساسا سیاسی نبودن، امروز کاملا سیاسی هن. اگر نتونن اون حق و حقوقشون رو در جامعه ایران به اصطلاح پیاده بکنن و اون امتیاز از امتیازات شهروندی به معنای واقعی برخوردار باشن، ولی حق و حقوق خودشون رو میدونن، ممکنه زورشون نرسه ولی هیچ وقت نمیان تایید بکنن که یه فرد دیگه از طرف اونها مثلا بخواد مثلا برای اونها تصمیم بگیره. مردم تمکین میکنن ولی رضایت، سکوت علامت رضا نیست. و دیدیم به خصوص برای من این پروسه انتخابات خیلی جالب بود از خیلی لحاظا. در هر جا که فرصتی میشد که مردم یادی مثلا از موسوی یا کروبی بکنن میدیدی که چه هلهله‌ای را میافتاد. خب یعنی چی؟ یعنی اگر سر صدایی از اینها نیست دلیل نیست که اون ظلمی که اینا شده بر مردم پوشیده باشه یا مردم بی تفاوت باشن. یا دیدیم موقع که مردم این امکان را داشتن که بیان و یک رفراندوم قاطعی رو علیه شخص ولی فقیه و اون کسانی که مورد تایید او بود بدن رو اومدن رو دادن. 50% اونایی که شرکت کردن که مخالف اینا بودن، حدود چندین میلیون نفر هم که اصلا تحریم کردن. پس شما نگاه به یک اکثریت قاطعی در جامعه ما با این پروسه مخالفه. آقای خامنه‌ای میتونه مثل فرض کنیم رئیس جمهور آفریقای جنوبی، آپارتاید آفریقای جنوبی که با ماندلا کنار اومد، این واقعیت شفاف رو ببینه، خودش به دنبال این باشه که به نوعی بدون درگیری و بدون خونریزی و بدون در مخاطره قرار دادن بیشتر امنیت مردم بخواد به دنبال یک راه حلی باشه که در اصل این امکانات در قانون اساسی ایران به وجود بیاد که از طریق قانون اساسی، از طریق قانونی، حرفی که بختیار میزد در روزهای آخر ما قبل انقلاب که ما بیاییم اگر قراری هست که تغییراتی داده بشه رو از طریق همین قانون اساسی بدیم. شاید یک چنین امکانی رو بشه مثلا پیگیری کرد، ولی من چنین روحیه رو در آقای خامنه‌ای و یا حالا بدتر از خود آقای خامنه‌ای، اونهایی که به زور آقای خامنه‌ای امروز در موقعیت‌های حساس قرار دارن. ببینید آقای خامنه‌ای خودش یک مشکل، مرده آقای خامنه‌ای یه مشکل دیگه ایه. اونها کسانی هستن، من یکی از موقعی من در وزارت خارجه بودم یکی از صاحب منصبای ما اون زمان اشکال یه نردی قلبی داشت و یه باتری گذاشتن،
من یادم یه دیش به عنوان شوخی میگفتن مرده اون شخص که آدم با نفوذی بود، اونها بیشتر به نگران اون باتری هستن تا خود اون کسی که این باتری در قلبش به کار گرفته بود، چون مشاغل و منافع اونها مطرح بود. مرده آقای خامنه‌ای امروز دارای یه موقعیت هایی هستن که نمیخوان اون را از دست بدن و مردم باید به یک موقعیت هایی برسن که منافع آینده مملکت را تأمین کنن. اینها با هم در به اصطلاح رقابت هستن. به صحبت هایی که چند روز پیش مجید انصاری انجام داده بود و گفتش که آیت الله خامنه‌ای دستورالعمل صادر کرده برای سپاه و برای ائمه جماعت که در انتخابات دخالت نکنند. حتی دیروز منتشر شد که پناهیان یکی از کسانی که به او و بیت او نزدیکه و در قرارگاه عمار به عنوان یک روحانی فعالیت میکنه هم اشاره مستقیم داشتش که سید علی خامنه‌ای با سکوتش انتخاب رو به صورت واقعی به مردم واگذار کرد. اینها رو اگر کنار هم قرار بدیم، آیا فکر میکنید که فشاری که از سوی جامعه مدنی به صورت واقعی به دستگاه بیت رهبری و شخص خود سید علی خامنه‌ای وارد شد، او رو وادار کرده که دست از حمایت از نظامیان و اون نیروهای سنتی و اقتدارگرا ورداره و بیاد به این سمت که تایید بکنه روحانی رو و روحانی رو به عنوان یک کسی که حامیانش از طرفداران تحول و اصلاح هستن رو بپذیره؟ ببینید، یه مقداری از همه اینا توی این ماجرا هست. یه چیز رو نباید فراموش بکنیم، بعد از انتخابات 4 سال پیش هر کسی که از توی صندوق در می اومد بیرون و مردم به اون پروسه انتخاباتی اعتراض نمی کردن، به نوعی به کمک آقای خامنه‌ای و سیستم حکومتی می اومد. یعنی بعد از اون وضعیت مبتذلی که 4 سال پیش رخ داد و یک فردی مثل احمدی نژاد رو به ملت ایران تحمیل کرد، بعد از این 8 سال حکومت احمدی نژاد و ضایعاتی که این حکومت برای ملت ایران داشته، هر کسی هر کدوم از اون کاندیداهای دیگه هم که انتخاب نشدن، اگر انتخاب میشدن به نوعی به نفع حاکمیت و آقای خامنه‌ای بود. حالا زیرکی آقای خامنه‌ای در عدم مداخله این بود که یک جوری مردم رو تحبیب بکنن که مردم هم فکر کنن که یه چیزی از این ماجرا گیرشون اومده. انگیزه مردم این بود که به آقای خامنه‌ای بگن که آقا ما این سیستم و این وضعیت رو قبول نداریم که با رأی دادن به آقای روحانی این موضوع رو تأمین کردن. ولی آقای خامنه‌ای از انتخاب آقای روحانی امروز او هم بهره‌مند هست، زیرا که توجه مردم امروز در کوتاه مدت از آقای خامنه‌ای به سمت آقای روحانی رفته. امروز مردم مطالباتشون رو از آقای روحانی میخوان، میگن ما به تو رأی دادیم، تو حالا باید بیای این کار رو بکنی. آقای خانسری و آقای خامنه‌ای از این استفاده میکنه. الان دقیقا میخوام به همینجا برسم. سید محمد خاتمی، کسی که 8 سال رئیس جمهور بود، در یک صحبتی اشاره میکنه که تشکر میکنه و جدا از تمام مقدمه رهبری رو به همکاری با دولت دعوت میکنه و از اون میخواد که با دولت جدید همکاری بکنه. رهبر چه همکاری مگه قرار بود با دولت انجام بده؟ بر اساس قانون به قول شما اگر همه چیز سر جای خود بود که رهبر باید سر جایش میشتاد و نظارت میکرد، اما این چیست که آیا واقعا یک رهبر میتونه تمام دستگاه اداری یک کشور رو از زیر به رو و یا برعکس ببره؟ خب عملا طبق این قانون اساسی رهبر دقیقا میتونه این کارو بکنه و کاریش که کرده. رهبر روزی که آقای احمدی نژاد ابتدا سر کار اومد، آقای احمدی نژاد به عنوان یکی از نوچه های رهبر به مردم ایران به اصطلاح تحمیل شد. 4 سال پیش موقعی که آقای خامنه‌ای آقای احمدی نژاد در مقابل اون همه اعتراضات
به اصطلاح دو مرتبه تایید کرد، به نوعی آقای احمدی نژاد رو به عنوان نوچه خودش میدونست و او رو همسو و همفکر خودش به مردم معرفی کرده بود. مسئله این استش که آقای روحانی که این دفعه اومده تحت اون لوا نیومده، یعنی همه میدونن که توی اون لیست افرادی که بودن شاید آقای عارف و آقای روحانی که به اصطلاح صلاحیتشون برای شرکت تایید شده بود توسط یک دستگاهی که اساساً ضد دموکراتیکه و برخلاف معنای واقعی آزادی و آزادی خواهی در قرن 21 محسوب میشه، ولی به هر حال مشخص بود که ایشون توی اون عده دورترین مواضع رو با شخص آقای خامنه ای داره، ولی تمکین کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا هیچ کدوم از این کاندیداها موجودیت و اون رو زیر سوال نبودن، هیچ کدوم از اون کاندیداها این حرفایی که الان ما داریم میزنیم رو نمیزدن. امتیاز آقای روحانی و شرایطی که امروز هست فرقش با زمان خاتمی فقط اینه که انقدر خرابکاری کرد آقای خامنه ای که نیازمند به این هست که یک کسی بیاد و او رو از این وضعیت موجود بخواد نجات بده. روزی که محمد رضا شاه دکتر بختیار رو به عنوان نخست وزیر منصوب کرد، آقای بختیار فرد مورد نظر محمد رضا شاه نبود. چرا محمد رضا شاه قبول کرد؟ به خاطر اینکه وضع مملکت در یک وضعیت به اصطلاح متلاطمی بود که نیازمند به یک راه حل های دیگه داشت. امروز اگر آقای خاتمی به خامنه ای میگه که شما با دولت همکاری بکنید، به این لحاظه که مملکت رو از این وضع بحرانی بتونن نجات بدن، چون نهایتاً اگر مملکت باز بشه و اگر آزادی به معنای واقعی در ایران باشه، خب معلوم نیست که تمام این افرادی که به آقای روحانی رأی دادن در یک انتخابات آزاد دیگه باز هم به ایشون رأی بدن، آدمای دیگه خواهند بود. میدونی صحنه عوض میشه. این سفارایی نو که من صحبتشو میکنم به این دلیله. آقای هاشمی به طور مثال با آقای خامنه ای در یک زمان از پیروان تراز اول امام خمینی یا آقای خمینی در زمان انقلاب بودن، ولی بعد از 34 سال کار به جایی کشیده که یک بدنه منتسب به رهبری از آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت میکنه. خب این نشون میده که مواضع اینها تغییر پیدا کرده. دوستان گذشته دوستان امروز نیستن. اون دیدگاه هایی که افراد برای امروز و فردای مملکت میبینن در تمام سطوح فرق کرده و آقای روحانی امروز در یک موقعیتی هستش که اگر بتونه بعضی از مشکلات رو حل بکنه در اصل به تداوم حکومت آقای خامنه ای کمک کرده. به بعضی از مشکلات اشاره کردید، چه بزرگترین مشکل مسئله مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم ها باشه. چند روز پیش در خبرها منتشر شد که صالحی وزیر امور خارجه گفته است که تیم جدید مذاکره کننده در نشست بعدی با نظر حسن روحانی تغییر کرده. تکذیب کردن این خبر رو و اصل موضوع رو زیر سوال بردن، اما همه این چیز رو دارند که مسلماً نوع دیالوگی که در مذاکرات صورت خواهد گرفت تغییر خواهد کرد با توجه به روحیه حسن روحانی. اما اگر اجازه بدید باز برگردم به حرفای سید علی خامنه ای. دیروز در صحبتاش به نکته‌ای رو اشاره کرد که باز هم شاید میشه گفت در نوع خودش منحصر به فرد بود و تا به امروز در این مورد صحبت نکرده بود، و اون مسئله این بودش که ما بارها به مرحله حل مشکل هسته‌ای رسیدیم اما ایالات متحده کارشکنی کرده است. اینکه تا به امروز سید علی خامنه ای بر اساس همون چیزی که گفتمان مقاومت و ایستادگی بود پیش رفته بود و میگفت این مسیر ماست، ما پیش میرویم، و ولی دیروز صحبتش صحبتش به شکل دیگه ای بود. چگونه است؟ فکر میکنید واقعا حسن روحانی این امکان رو داره با توجه به حتی همین تغییر در کلام خامنه ای که بیاد و یه سری تغییرات رو در اونجا به وجود بیاره؟ خب من حرفای آقای خامنه ای رو دقیقا شنیدم. به نظر من
آقای خامنه‌ای حرفی که زد تعبیری است که خودش از عمل کرده خودش داره خودش انجام میده. این در موضوع حل کردن، یعنی اگر شما به اصطلاح بگی که خب حرف من اینه، اگر شما حرف من رو قبول بکنی پس ما نزدیک حل مشکل هستیم، اگر هم حرف من رو قبول نکنی ما نزدیک حل مشکل نیستیم. این مثل دموکراسی جمهوری اسلامی میمونه، میگه هر کی مثل من فکر بکنه دموکراته، هر کی مثل من فکر نکنه دموکرات نیست. اگه اینجوری بخواید قضیه رو استنتاج بکنید، بله مسئله اساسی اینه که تنها آمریکا نیستش که، پنج به علاوه یک، روسیه، چین، اونها موازی آمریکا رو تایید میکنن. شما نگاه کنید الان روسیه سر این فردی که به اصطلاح اومده و آقای اسنودن که یه مقدار اسرار آمریکا رو فاش کرده با آمریکا درگیره، اینا که نمیخوان منافع آمریکا رو تعیین کنن. بعد برداشت روسیه از روابطش با ایران با برداشت آمریکا متفاوته، ولی روی این موضوع هم چین هم آمریکا چندین قطعنامه با هم امضا کردن علیه موازی جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای یه مقدار عوام فریبانه حرف میزنه. مسئله این استش که اگر بخواد به این رویه ادامه بده بدی است که هیچ گونه راه حلی پیدا نمیشه. حقیقت این نیست. دولت جمهوری اسلامی که مسئولیت این مذاکرات هم با هیچ کس جز شخص آقای خامنه‌ای نیست، با جامعه بین المللی، با سازمان انرژی اتمی، با پنج به علاوه یک همکاری های لازم رو نکرده. تا زمانی که این همکاری ها به معنای واقعی و به طور شفاف صورت نگیرن امکان حل این مشکل نیست. آقای خامنه‌ای حرفایی که میزنه میخواد یک جوری این به اصطلاح رد مسئولیت بکنه و مسئولیت عدم پیشرفت این مذاکرات رو به دوش کسان دیگه بندازه، ولی اینطور نیست. شما اگر نگاه بکنید ببینید که از مثلا بازدید اون جاهایی که نمایندگان سازمان انرژی اتمی میخواستن برن ببینن، اقداماتی که اینها انجام ندادن، مذاکراتی که در ارتباط با 20% غنی سازی بوده، صحبت هایی که پیرامون اون شده و خیلی مسائل دیگه، باید یک تمایلی از سوی مقامات جمهوری اسلامی باشه که بخوان در اصل به یک نتیجه برسن. حتی یه خود فراتر بریم که آقای خامنه‌ای عجیبه که به اون توجه نکرده، یکی از نزدیکترین افراد به شخص خود ایشون آقای ولایتی در به اصطلاح اون بحث هایی که در ایام در مناظرات انتخاباتی، یکی از ایراداتش به آقای جلیلی که در اصل امربر آقای خامنه‌ای بود این بود که شما میایید مذاکره میکنید، میگید من یک قدم برمیدارم برای طرف مقابل با تمام قدم ها رو برداره. یعنی چی؟ یعنی اگر اینا وارد مذاکره میشن آمریکا و غرب بیاد تمام تحریم ها رو کنار بگذاره، شما یک قدم برمیدارید اونا یه بخشی از تحریم ها رو برمیدارن، یه قدم دیگه میگذارید یه بخش دیگه از تحریم ها رو برمیدارن. غیر از این که نمیتونه باشه. خب اشاره کردید به ولایتی، اگر اجازه بدید یک مقدار از خبر دور بشیم به شایعات نزدیک بشیم. شایعاتی مطرح هستش که تیم مذاکره کننده عتابی رو حسن روحانی تغییر خواهد داد و دبیر شورای عالی امنیت ملی علی اکبر ولایتی خواهد بود. یعنی یکی به تعبیر خودتون از نزدیکترین افراد به سید علی خامنه‌ای در حوزه سیاست خارجی، فکر میکنید آیا واقعا ولایتی میتونه راه گشا باشه؟ ببینید من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به یه بنبستی رسیده. این بنبست یک طرفش برمیگرده به اون دیدگاهی که مردم ایران از ایشون و سیاست‌های ایشون و عملکرد ایشون دارن که بهترین نتیجه نمونش، بهترین نشانش همین نتایج همین انتخابات بود که هیچ چیزی جز یک رفراندوم قاطع علیه شخص او و سیاست‌های او نبوده. از طرف دیگه بنبست دیگه با
جامعه بین المللی است که ایران امروز در یک نقطه انزوای بیمانندی قرار داره. امروز حرکت ایران چه به سمت در عرصه سیاست بین المللی چه در عرصه سیاست داخلی واقعا با یک مشکلات اساسی رو بروز، یعنی که هیچ کس منکرش نمیتونه باشه. پس آقای خامنه‌ای باید اون جام زهر رو بخوره، هیچ راه دوم نداره. خب اگر کسی که راهی جز اون نداره، چاره این رو آقای علی اکبر ولایتی بیاد. آقای علی اکبر ولایتی به نوعی توی همون مناظرات میگفت که این جام زهر رو باید بخوریم. ایرادش این بود که شما در موقعی که بخوای گستاخی بکنی الان قرار نداری. این همه میدونن، غربی ها میدونن، امریکایی ها میدونن، اسرائیلی ها میدونن، همه میدونن. مسئله این استش که این جام و زهر که خوردن بعدش چیه، چون بعدش اون وقت مردم به اصطلاح مردم ایران میگن خب تو که میخواستی این جام و زهر رو بخوری، چرا تا الان انقدر کشش دادی، چرا وضع ما رو اینجوری کردی، چرا ارز ما، پول ما، ریال ما باید 67% سقوط بکنه تو این پیامو بگیری؟ تو چجوری میخوای حافظ منافع من و بچه های من و نسل های بعدی ایرانیان باشی؟ اینها مسائلی است که گریبان گیره این نظامه. اینها کاملا ورشکستن. آقای روحانی هم که بیاد و بخواد در این راستا قدم ورداره که چاره ای نداره، چون مشروعیت او این هستش که یک عده ای او رو نماینده کردن که بیاد دقیقا هم این کارها رو بکنه. اگر این کارها رو نکنه که مردم ازش به اصطلاح مایوس میشن، اگر این کارها رو بکنه که باید کارهای علیه سیاست آقای خامنه ای بکنه. عواقب اون در آینده چیه؟ این عواقبش هیچی جز یک تحول بزرگ در ایران نمیتونه باشه. باید این سیستم متحول بشه. آقای خامنه‌ای باید یک نقش دیگه پیدا بکنه، باید جلوی مرده خودشو بگیره. این رو یا خودش میگیره، خودش مبتکر میشه که یک راه حلی پیدا بکنه، یا نهایتا مردم ازش میگیرن و به زورم میگیرن. برگردم به انتخابات و روز پس از اعلام نتایج، شادی های مردم در خیابان، اشاره خودتون هم بود که هر جا که فرصت شد با خوندن شعر، با دادن شعار، با گرفتن عکس آقای موسوی کروبی و دیگر زندانیان سیاسی، یاد کردن از شهدای جنبش سبز و نشون دادن که اون اتفاقی که 4 سال پیش افتاد و همین حاکمیت و همین نظام برایش مراسم تشییع جنازه گرفت و او رو سوار بر تابوت کرد و در میدان آزادی چرخان، همچنان زنده است. اون جریان مطالبه محور که خودش رو با رأی من کجاست شروع کرد و به حق رسید و بسیار مطالبات دیگه ای رو مطرح کرد، امروز در یک موقعیت تاریخی ایستاده که یک رئیس جمهوری که تحول خواهان او رو به خیابان پاستور میفرستند میرود تا بتونه مطالبه های اونا رو پیگیری بکنه. در دو جنبه مختلف میخوام این رو بررسی بکنیم. اول، فکر میکنید اولویت هایی که باید از طرف جامعه مدنی امروز مطرح بشه چه مواردی است؟ بسیار کوتاه و به قول معروف مشخص در اونش صحبت کنیم و بعد وارد این بحث بشیم که این جامعه مدنی چگونه میتونه مطالباتش رو با حسن روحانی پیگیری بکنه. خب اینا خیلی سوال سختیه. من اول از همه چیزی خدمتتون عرض بکنم که اینو به نظر من شاید جاش باشه که ما همیشه این پرانتز رو باز بکنیم. مبارزات ملت ایران علیه ظلم و ستم و زورگویی های جمهوری اسلامی 4 سال پیش شروع نشد. 4 سال پیش کسانی که آدم های چهره های درخشانی بودند به این حرکت پیوستند که قبلا امیدوار بودن که از درون این سیستم بشه یک تغییراتی رو داد. 4 سال پیش مشخص شد که راه اصلاحات یا استحاله با این افراد، با این شرایط، با این رهبر عملی نیست. ولی هیچ مطالبه‌ای تازه‌ای این افراد در ظرف این 4 سال نکردن که برای 30 سال قبل از اون از سوی خیلی ها که شهید شدن و زندانی شدن و از بین رفتن و
خیلی هم هنوز در صحنه مبارزات هستن مطرح نشده باشه. این خدا خداییش یک حقیقتی است که باید همیشه این رو مد نظر داشت. ببینید من که 30 سال بیشتر تو این کارا هستم، خیلی از دوستانمون رو از دست دادم تو این ایام. اون افراد برای چی مردن؟ برای هیچی که نبوده، به خاطر همین مباحث بوده، به خاطر همین آرزوها بوده، به خاطر همین آرمانها بوده، و اینها رو هیچ وقت نباید نادیده گرفت. و به خصوص شما که جوانتر هستید در این زمان و وارد صحنه هستید، باید بدونید که این میراثی که 4 سال پیش تونست خودشو به دنیا نشون بده، این کاری که برای این شد از سالها قبل از اون شروع شده بود. امروز ما در یک نقطه قرار داریم که همطور که عرض کردم، به لحاظ تاریخی لزوم ایجاد یک سفارایی نو در عرصه سیاسی ایران اجتناب ناپذیره و مورد نیازه. دشمنان گذشته احتمالاً دوستان فردا و کسانی که با هم دیدگاه های مختلف داشتن، خیلی از گروه های رادیکال هستن که من نمیتونم اسمشون الان بیارم، که الان به طور مثال پیام های کاملا متفاوتی رو دارن میدن و به دنبال دیالوگ هستن. چرا؟ برای که شرایط ایران عوض شده. جامعه مدنی امروز پذیرای یک سلسله فرمول هایی است که قبلا آمادگی پیاده کردن اونها رو نداشت. پس باید از این فرصت استفاده کرد. دولت مطالبات مردم خیلی زیاده. من بعید میدونم که آقای روحانی اگر واقعا نیتش هم داشته باشه بتونه در این چارچوب، مگر اینکه واقعا یک سلسله رفرم های کاملا میشه گفتش که انقلابی رو بخواد پیاده بکنه، بتونه این مشکلات رو حل بکنه. خاصه با واقعیت موجود این مطالبه ها رو در چه طبقه بندی های قرار میدید؟ کدوم عرصه ها رو فکر میکنید با شرایط موجود، با وجود سید علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه، با وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی و با وجود شرایطی که الان هست، مطالبه هایی که فکر میکنید باید اولویت داشته باشه کدومه؟ خب به نظر من خیلی ساده است. کاری که اینها میتونن انجام بدن و میتونه یک نتیجه ملموسی داشته باشه، اون این هستش که روی پرونده هسته‌ای به یک نتیجه معقولی برسن، نتیجه که دنیا براش قابل قبوله و دارای اهمیتی هم برای حاکمیت نیست، برای مردم ایران نیست. ببینید دولت هی مرتب میگه ما به دنبال اینکه سلاح‌های اتمی کسب بکنیم نیستیم، دروغ میگه. ولی اگر میگه و به مردم اینو میگه، پس دنبالش نباید باشه. اگر دنبالش نباشه مشکلات نخواهد بود. میتونه شفاف باشه، سازمان انرژی اتمی بیاد کارشو بکنه، 5 به 1 به یک نتیجه میرسن، این تحریم ها برداشته میشه. ولی مسئله اساسی برداشتن تحریم ها خاتمه پیدا نمیکنه. این مملکت احتیاج به سرمایه گذاری خارجی داره، احتیاج به پول داره، احتیاج به بازسازی صنعت نفت و گاز داره، احتیاج به ترمیم اقتصادش داره، صنایعش داره. اینها بدون امکانات مالی در یک دنیای باز که دارای روابط حسنه و معقول با جهانه نمیتونه عملی باشه. اینها در قالب یک سیستم حکومتی اینچنانی کار ساده ای نیستش. اینها بدون اینکه در مملکت رو باز بکنن، در درجه اول به روی اتباع خود ایرانی که امروز ناچارن اون مغزها، اون آدمهای به اصطلاح ایرانیان برجسته ای که میتونن یک نقش مهمی در بازسازی مملکت داشته باشن. شما اینا هم آدمایی نیستن که شما به صورت ابزاری از این استفاده بکنید. شما با یک شهروند ایرانی که مثل یک کنترات چی که نمیتونید، که مزدور نیستن، که اینا سهامدارن تو ایران، باید بهشون احترام گذاشته بشه، باید به خواسته هاشون توجه بشه و به اندازه خودشون بهشون امکان فعالیت داده بشه. هیچ کس بیشتر از اندازه خودش چیزی نمیخواد، ولی تا اون حد که باید بدن. شما نگاه بکنید مملکتی که ارزش پولش در ظرف 1 سال
نزدیک به 70% پایین اومده، تحریما رو بردارید، اینکه 70% بر نمیگرده که. چه جوری میخواهید این مملکت بسازید؟ شما پولی که نیازمنده که این صنعت نفت بازسازی بشه، که تولید ما بتونه بره به جای 3 میلیون بشکه در روز بره بشه 6 میلیون، بشه 7 میلیون، بشه 8 میلیون، این سرمایه میخواد، این تکنولوژی میخواد، این افراد شایسته و مدیران دانشمند میخواد که در مستر کار باشن. با 4 تا آخون که این کار نمیتونی بکنی که. میدونید این خیلی ساده است. میدونید هر کسی باید سر جای خودش قرار بگیره. ما احتیاج به روحانیون داریم به عنوان رهبران بهش گفت معنوی مملکت ما، ولی باید اینها از هم تفکیک بشه تا زمانی که واقعا مجلس مجلس ملی نباشه، نه اینکه آقای خامنه‌ای بخواد یه فرمان بده بره یه کار دیگه بکنه و خواسته های مردم رو نتونه مطرح بکنه، تصمیم بگیره و انجام بده، دولت قاطعانه نتونه نقش خودش رو ایفا بکنه، قوه قضاییه قوه قضاییه باشه که تمام نوچه های آقای خامنه‌ای اونجا هستن و دقیقاً اصلا یک ساواک جدیدی رو اینها درست کردن، یک سیستم امنیتی تازه رو برای مملکت در قالب قوه قضاییه پیاده کردن. خب اینا جواب نداده. اینا با مذاکره با حل مشکل اتمی این مشکلات که از بین نمیره، یا سیاست خارجی ایران، ایران در منطقه میخواد دست به تحریکات بزنه، آقای روحانی میگه من خب دنبال دتانتم، دنبال روی به اصطلاح اون راه و روش هاشمی و خاتمی هم، ولی خب یک جو بی‌اعتمادی امروز هست، بدون اعتماد سازی ها از نو بشه. در حد یکی دو دقیقه اگر اجازه بدید وارد همین بحث رول جدید بشیم. یکی از نقش‌های خیلی مهمی که وجود داره نقش جمهوری اسلامی در سوریه هستش. حسن روحانی در اولین کنفرانس مطبوعاتیش به صورت روشن و صریح در این مورد صحبتش کرده که مردم سوریه بدون دخالت خارجی باید برای خودشون تصمیم بگیرن و ما طرفدار صلح در سوریه هستیم. واقعا فکر میکنید چنین نقشی رو میتونن ایفا بکنن و پای سپاه قدس و بسیاری از نیروهای نظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی از سوریه کوتاه خواهد شد؟ من فکر نمیکنم. آقای روحانی حرف عوام پسندی رو میزنه، یه حرفی رو میزنه، شاید خودش به این موضوع اعتقاد داشته باشه، ولی در دست آقای روحانی نیستش. که آیا دولت جمهوری اسلامی در این دو سال اخیری که بحران سوریه بوده هرگز نظر مردم سوریه براش مطرح بوده؟ دولت جمهوری اسلامی دنبال منافع خودش برای حفظ موقعیت خودشه. ببینید در آفریقای جنوبی موقعی که سیستم آپارتاید از بین رفت و دموکراسی تو اون مملکت اومد، رئیس جمهور وقت اون مملکت خودش با دست خودش خواست به سمت یک تحول بره، تحولی که مردم رو وارد یک سیستم میکرد و مانع از انفجار جامعه میشد. آقای روحانی در یک چنین موقعیتی قرار داره که با دست خودش با اون پشتیبانی که مردم از او کردن و او رو در این موقعیت قرار دادن بخواد راهگشای یک سلسله سیاست هایی باشه که جامعه ما رو از انفجار دور بکنه و به سمت یک آشتی ملی سوق بده. ولی این کارا باید بتونه بکنه، نیتش رو داره، حرفش خوبه، ولی عمل کرد اینکه در سوریه بتونه بیاد 180 درجه یه سیاست دیگه پیدا کنه واقع بینانه نیست. خامنه‌ای هم چی حرفی نزده. اینا حزب الله رو ول میکنن، اینا دست از اون برنامه هایی که تو منطقه برای تضعیف کردن عرب های سنتی مثل عربستان و دیگر شیخ نشین دارن دست بر میدارن. آیا میخوام با آمریکا به طور مثال برای حفظ امنیت منطقه همکاری بکنه؟ خب هیچ کدوم میانم تکلیفش روشن نیست.
بسیار عالی. همونجور که اول برنامه گفتم این بحث انتخابات، ولی باید امیدوار بود، باید امیدوار بود. بحث دقیقا بحث بزرگ بر سر اینه که ما هم تلاش کردیم در این دو هفته به دنبال همین باشیم که با تمام این مشکلات مردم حداقلشون با وجود حسن روحانی در پی این هستن که تغییراتی ایجاد بشه. من فقط یک کلمه در انتها خدمتتون عرض می‌کنم. آقای روحانی یه حرفای زده، حرفاش امید میده، باید ما هم امیدوار باشیم که بتونه در این راستا قدم برداره، چون اون لقمه که ما میخوایم بخوریم برای ما خیلی ساده تره که خیلی راحت بتونیم از کنار این با حمایت با پشتیبانی این افراد بریم، ولی مطالباتی که از ایشون هست خیلی زیاده و ایشون باید بتونه بکنه و ما امیدواریم که بتونه در این راستا قدم های لازم رو برداره و از این طریق ما بتونیم همگی راحت تر به اون نقطه نهایی که در اصل رهایی مردم و میشه گفتش که ارج قائل شدن برای طرز تفکر خود مردم هست به اون نقطه برسیم. بسیار عالی، ممنون از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. امیدوارم که باز این هفته دیگه هم فرصت بشه، سوالات انتخاباتی ما زیاده، باز هم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. از شما هم تشکر میکنم که این هفته هم همراه با بودید. به صفحه فیسبوکی تفسیر خبر اگر مراجعه کنید میتونید از اون طریق برنامه های آرشیو شده برنامه تفسیر خبر رو مشاهده کنید و از طریق همون صفحه فیسبوکی و یا آدرس ایمیل برنامه میتونید با انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتون و یا حتی ارسال سوال هایی که میخواهید ما از مهمانان و کارشناسان برنامه ها داشته باشیم، ما رو در بهتر شدن برنامه تفسیر خبر یاری برسونید. امیدوارم که روزگاران خوبی داشته باشید و تا درودی دیگر، بدرود.